الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء والصلاة والسلام على رسوله محمد. المؤيد بالقرآن والمرسل إلى الإنس والجان، اللهم اجعلنا بهم متمسكين وبولايتهم من الفائزين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد، قال الحكيم في كتابه الكريم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه مسلمین، روزداران و ارادتمندان و آستانه قرآن و دستورات پیامبر مهربانی ها. آرزوی موفقیت خاص و ویژه دارم برای ملت و دولت افغانستان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای شما حضار محترم در این برنامه اقامه نماز عید سعید فطر. همان گونه که همگان می‌دانیم، عید سعید فطر جشن پیروزی است در مقابل هوا و هوس، پیروزی تقوا بر تقوا و طغیان و نظم و در واقع تلاش و موفقیت در مقابل نابسامانی ها و بی برنامگی ها. لذا این عید در واقع یک نوع تجلیل است از مبارزه نفس و جان و روح و روان در مقابل اهریمن و دیوی که همیشه سعی میکند ما را به بیراهه بکشاند. خواندن نماز عید سعید فطر یک دستور است. در کنار دستوراتی که درباره نماز عید سعید فطر داریم، مستحب است بعد از خواندن سوره مبارکه حمد که معادل قرآن است، ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، خداوند میفرماید یا رسول الله، ما به تو هفت آیه ای را که دوباره مورد لطف و توجه ما قرار گرفته و قرآن بزرگ را نازل کردیم، یعنی سوره مبارکه حمد، که بدون هم نماز نیست، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. مستحب است بعد از خواندن سوره مبارکه هم در نماز عید، در رکعت اول سوره مبارکه اعلا و در رکعت دوم سوره مبارکه شمس خوانده شود. در هر دو سوره که بعد از سوره هم خوانده می شود، بحث تزکیه مطرح است، بحث پاک شدن، پاک کردن، تطهیر کردن. در سوره مبارکه اعلا می فرماید قد افلح من تزکا، قطعا رستگار شده کسی که جانش را تزکیه کند، جانش را، روحش را، فکرش را، حقیقتش را و انسانیتش را. فکرش باید پاک شود، نیتش باید پاک شود، دیدگاه و برنامه و سلوکش در زندگی و در تعامل با انسانها و کسانی که با او در ارتباط هستند باید عوض شود و بهبود پیدا کند. و ذکر اسم ربه فصلی، یاد خدا کند و نماز بخواند.
و همینطور در سوره مبارکه شمس و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قسم به خدا که نفس را خلق کرده و به نفس فجور و تقوا را بر انسان و بر نفس انسان الهام کرده. ما خوبی ها و بدی ها را می شناسیم. قد افلح من زکاها، هر کس نفسش را تطهیر کرد و تزکیه کرد ای پیروز شده. و قد خواب من دساها، باخت و ضرر کرد کسی که نفس را آلوده کرد. خدا را شاکریم که در پایان ماه مبارک رمضان این پیروزی را در کنار همه روزداران جشن میگیریم و اظهار خوشی داریم و اظهار ممنونیت و سپاسگزاری از درگاه حق. من بر حسب یک فرمول فقهی خیلی کوتاه در خطبه اول درباره زکات فطره صحبت کنم و انشاءالله مسائل اجتماعی را در خطبه دوم عرض میکنم. مطالبی را که اشاره کردم مربوط میشد به همه ماه رمضان از آغاز تا پایان و معارف بلندی که در این ماه با اونها ارتباط داشتیم، دعاها، نیازمندی های روحی، خواندن بهترین مناجات ها، از همه بالاتر دعاهای وداعی که در ماه رمضان از حضرات معصومین علیهم صلوات الله اجمعین به ما رسیده. و یقینا شما عزیزان در این شب و در ساعات پایانی دیروز و لحظات ویژه امشب بخشی از این دعاها را خوندین، دعای وداع زین العابدین سید الساجدین که کتاب دعایش صحیفه سجادیه حاوی 54 دعا، زبور آل محمد و خواهر قرآن معرفی شده. در کنار این تزکیه بزرگ به ما دستور است که در روز عید سعید فطر زکات فطره بدهیم. کسی که در غروب روز آخر ماه رمضان که فردایش ماه شوال است، یعنی غروب شب عید فطر، اگر بالغ است و عاقل است و بهوش است، یعنی مشکلی ندارد و فقیر و برده نیست، هم فقیر نیست هم برده و اسیر کسی نیست، هم برای خودش و هم برای کسانی که این انسان ناناور اونهاست، در واقع خرج و مصرف اونها به عهده این انسان است و نانخوری حساب می شوند، هر نفری یک سا حدوداً 3 کیلو از اون غذایی که در اون شهر هست و بیشتر مردم استفاده می کنن، از غذاهای معمول به عنوان زکات فطره باید بپردازد. پس زکات فطره بر کسی واجب است که نانآور است و دیگران نانخور او هستند، مثل همسر، فرزندان، حتی کارگر و مهمانی که نانخور حساب شود عرفاً. اگر خود این انسانی که به گردنش خرج و مصرف هست فطریه را ندهد، کسی دیگری بدهد، از گردن ای ساقط نمی شود. وظیفه این انسان است که زکات فطره را بپردازد. دوستان و روزداران و شرکت کنندگان به این مراسم بزرگ از باب تذکر بدانند ما در بین جامعه اسلامی اقشاری داریم. یکی از اقشار سادات بزرگوارند، کسانی که از نظر نسبی و از پدری میرسند به بنی هاشم، به پیامبر و فرزندان پیامبر امیر المومنین، فرزندان امیر المومنین. اینها
در منابع فقهی ما و در قرآن به عنوان سادات شناخته می شوند و به عنوان یک بخش عظیم از جامعه اسلامی. در فقه ما این دستور است که کسی که سید نیست، مثل خیلی از برادران مؤمن و مسلمان که نسلشان از بنی هاشم نیست، اینها نمی توانند غیر سادات به عنوان زکات فطره و سادات زکات فطره پرداخت کنند. غیر سید نمی شود زکات فطره به سید بدهد. سید می تواند زکات فطره به سید بدهد یا به غیر سید بدهد، اما غیر سید نمی شود زکات فطره اش را به سادات بدهد. اینم مسئله لازم بود. مسئله بعدی مصرف زکات فطره است. خب مثل همه منابع مالی اسلامی، بیت المال مورد مصرف داره. زکات که در اموال است، انعام ثلاثه، گاو و گوسفند و شتر، زکات غلات اربعه، جو، گندم، کشمش و خرما، طلا و نقره، اینها مورد مصرف داره. سهم مبارک امام علیه السلام که مازاد بر درآمد سال انسان یک پنجمش سهم مبارک امام و سهم سادات علیه السلام است، مورد مصرف مشخص دارد. زکات فطره به کجا مصرف شود؟ من فتوای مرجع اعلای جهان تشیع را نقل میکنم و سایر مراجع هم فتوای صریح دارند. میفرمایند حضرت آیت الله سیستانی زکات فطره را بنابر احتیاط واجب فقط باید به فقیر داد. البته بعضی از مراجع فتوا دارن، حضرت آیت الله سیستانی هم میفرمایند اگر فقیر نباشه، یک شهری مردم فقیر نیستن، درآمد خوب دارن، میشه در راه های دیگه مصرف بکنن، ساختن مسجد، خلاصه منافع عمومی. اما با بودن فقیر و نیازمند ایشان میفرمایند احتیاط واجب باید فقط باید به فقیر داده شود. خب اینم مسئله ای بود. نماز عید فطر وقتی خوانده می شود بهتر است کسانی که به نماز عید سعید فطر توفیق شرکت و حضور دارند قبل از نماز زکات فطرشانو بدهند، یا اگر دسترسی به کسی که می دهند و فقیری را که انتخاب کردن ندارند بگذارند و قبل از ظهر، یعنی قبل از زوال، اون وجه و اون چیزی را که به عنوان زکات فطره در نظر گرفتن به مستحق و فرد نیازمندی که مد نظرشان هست او را برسانن. و مسئله مهم این است که بعضی وقتا مستحب است آدم خیشانشه، ارحامشه، ارحامی که واجب النفقه نیست، به پدر و مادر نمیشه، به اولاد نمیشه، خلاصه از این را کمک کرد. اما به بستگان که واجب النفقه نیست میشه به اونا فطره داد یا فطریه داد در صورت مستحق بودن. اونها در اولویتن، علمایی که در شهر هستن اگر نیازمند باشن، در صورتی که نیازمند باشن، اهل علم، طلبه ها، محصلین، اینها در اولویتن. چیزی را که به عنوان زکات فطره کنار گذاشتن حق ندارن دو مرتبه در او تصرف کنن، او را باید به اون کسی که در نظر گرفته شده برسانن. خدایا ما را در مسیر تقرب به خودت و در مسیر تزکیه و اخلاق، در مسیر بصیرت و بیداری بیش از پیش یاری بفرما. این عید را برای همه مسلمین، مخصوصا دولت و ملت افغانستان با همه خوبی ها و برکات خدایا بگردان. قدم ها من در مسیر استقامت و پایداری استوارتر بگردان. فرج آقا و مولای من صاحب الزمان برسان.
بر خاتم انبیا محمد صلوات الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله و اصحابه. باز هم فرارسیدن عید سعید فطر را به همه مسلمین و دولت و ملت من تبریک عرض میکنم. در خطبه دوم مطالب به اصطلاح روز و اجتماعی را لازم می‌دانم مطرح کنم. مسئله اول، روایت بسیار عمیقی داریم که با قرآن تایید میشه. پیغمبر یکی از برنامه‌هایشان سفر معراج بود که در سوره مبارکه اسراء گزارش این سفر مطرح است. سبحان الذي اسرا. در اون سفر معراج یکی از سوالات پیامبر از خداوند این بود: خدایا میراث روزه چیست؟ یا رب و ما میراث صوم. خب میدونین هر کس یک میراث داره، هر چیز یک میراثی داره. پیغمبر سوال کرد خدایا میراث و نتیجه ماه رمضان چیست؟ خداوند فرمود که روزه حکمت را به میراث می‌گذارد. یعنی انسان روزه‌دار از طریق روزه به حکمت می‌رسد. حکمت یعنی بزرگترین خیر. و من یوت الحکمه فقد اوتی خیرن کثیرا. خیری که شامل حال همگان شود. حکمت اون چیزی است که خدا در سوره مبارکه لقمان را به دادن و به عنایت کردن حکمت معرفی میکند. ولقد آتینا لقمان الحکمه. ما به لقمان حکمت دادیم. نتیجه روزه باید حکمت باشد. حکمت و اهل حکمت حرکتشان بسیار دقیق، حساب شده، بدون خدشه، بدون آسیب، بدون هیچ خلاصه کسری و کمی خواهد بود. ما امیدواریم که نتیجه روزه در جهان اسلام، مخصوصا در کشور ما، نتیجه این روزه حکمت و خیر بزرگ باشد. من در راستای خیر بزرگ و حکمت چند نکته را تذکر بدهم. مسئله اول، مسئله رؤیت هلال است. یعنی ما چگونه می توانیم اعتقاد پیدا کنیم و باور پیدا بکنیم که اول ماه شوال آغاز شده. روزه ماه رمضان واجب است و روزه روز اول شوال، روز عید، حرام است. یعنی کسی که روز اول شوال را روزه بگیره حرام است. منتها رسیدن و یقین پیدا کردن به روز اول شوال راه‌های دارد. پیغمبر بزرگوار اسلام همه مسلمان‌ها نقل کردند، فرمود با دیدن روزه بگیرین و با دیدن افطار کنین. این روایت است که همه مسلمان های را قبول دارن. صم للرؤیه و افطر للرؤیه. افطارم با دیدن، گرفتنم با دیدن. در قرآنم آیاتی که مربوط به خدمت شما عرض بشه روزه می شود به همین شکل است. بگذاریم وارد بحثای قرآنی نشویم. خب حالا ما از چی راههایی می توانیم و باید حرکت کنیم تا یقین به دیدن ماه حاصل شود و روزه بگیریم؟ یک،
خود انسان ماه را ببیند. خب همونطوری که همه چیز ما، تکلیف ما مربوط به خودمانه. لا تزیر و وازرتون وزر اخرى، یک کسی نمازش دیر میخوانه، خب گناهش به گردن خودشه. یک کسی اول وقت میخوانه، فضیلت اول وقت درک میکنه. یک کسی دروغ میگه، نتیجه دروغش دست و پای خودش میگیره. یک کسی راست میگه. فرمودن یکی از راه ها، اولین راه این است که خود انسان ماه را ببیند. هر کس ماه را دیده باشد و برایش یقین حاصل شده باشد، وظیفه اش آن است که اون روز را وقتی ماه را دید، شب ماه را دید که معمولا در آستانه غروب دیده می شود، فردا باید عید کند. این یکی از راه ها. هر کس در هر کشوری، در کشور خود ما ماه را دیده و عید کرده، وظیفش عید کردن بوده. اگر خودش ندیده، راه های دیگر هم نبوده، وظیفش عید کردن نیست. این قضیه ربط به هیچ مخالفت ندارد. من عرض میکنم دو ادعی که از گفته آنان یقین، دقت کنین، یقین یا اطمینان پیدا میشوند. یک ادعی بگویند و ما از گفته آنها یقین پیدا کنیم یا اطمینان پیدا شود. بگویند ماه را دیده ایم و همچنین از هر چیزی که به واسطه آن یقین پیدا شود یا اطمینان، از یک منشأ عقلایی. اگر کسی به هر دلیلی یقین پیدا کرد و مطمئن شد که ماه دیده شده، بازم میتواند باید روزش را افطار کند. این دو را. سه، دو مرد عادل بگویند که در شب ما را دیده ایم. دو مرد عادل. ولی اگر صفت ما را برخلاف یک دیگر بگویند، اگر این دو نفر عادل هم که عادل باشند، عدالت هم یک چیزی نیست که به دیگرها تحمیل بشه. شما امروز پشت سر کسی که یقین نداشته باشین نماز نمیخوانین، عدالتش شک داشته باشین. ممکنه استاد آدم باشه، آدم از علمش استفاده میکنه اما پشت سرش نماز نمیخونه. عدالت یک ملکه است. اگر دو نفر عادل با همدیگه با توافق خبر دادن، اول ما ثابت میشه، اگر اختلاف داشتن ثابت نمیشود. و همچنین است اگر انسان یقین یا اطمینان به اشتباه اونها داشته باشد. گاهی دو نفر عادل با توافق به همدیگه نقل میکنن، اما من مطمئنم اشتباه میکنم، من وظیفه ندارم افطار کنم. یا در مقابل شهادت آنها معارض یا در حکم معارض باشد. حتی اگر یک گروهی بده بروند بگن آقا ما را دیدیم، ما مطمئن نشیم، ما نمیتوانیم روزه بگیریم، روزه را افطار کنیم. پس سومین خدمت شما عرض بشه که راه ثابت شدن ما همین بود که عرض کردم. چهارم، 30 روز، دقت کنین، 30 روز از اول ماه شعبان بگذرد. اگر از اول شعبان ما دیده شده، 30 روز گذشت، اول رمضان میشه. یا 30 روز، 30 روز نه کم، از اول رمضان بگذرد. خب 30 روز که تمام شد دیگه معلومه روز بعدش عیده. اگر این 4 راه ثابت بود مشکلی نیست، نه تنها مشکل نیست که باید افطار کنیم، اما اگر ثابت نشد، نه، از نظر فقه ما اول ما به حکم حاکم شرع ثابت نمی شود. مجتهدم اگر بگوید اول ما هست، شما یقین داشته باشین اشتباه میکنه، خب مجتهدام اشتباه میکنن، در فتوام اشتباه میکنن. خودشان هم بعضی جاها وقتی حکم نفهمیدن میگن اینجا احتیاطه، یعنی به یک مرجع دیگه مراجعه کنین. حکم حاکم شرع با اول ما به حکم حاکم شرع ثابت نمی شود، مگر این که از حکم او یا ثابت شدن ما نزد او اطمینان به دیده شدن ما حاصل شود. مگر این که ما به این نتیجه برسیم که ما دیده شده،
دیروز عده‌ای از مسلمان ها در کشورهای مختلف و در کشور ما عید کردن، ما به عیدشان احترام قائلیم. امارت اسلامی بعد از ساعات پایانی شب استر محکمه اعلانیه داد عید کردن دوستان ما، برادرها روزشان قبول و انشالله که عید عیدی با خیر و برکت باشه. اما برای عده ماها مثل مایی که امروز اینجا نماز و برنامه نماز عید برگزار کردیم رؤیت هلال ثابت نشده بود. برای ما جمع، ما وظیفمان این است که دیروز را روزه می گرفتیم. در این حال ما بعضی از برخوردها را شنیدیم و بعضی ها را دیدیم و این به صلاح ملت ما، حکومت ما نیست. ما در جلسات که در شورای علما داشتیم و دوستان ما با برادران مسئولین امارت اسلامی در ولایت داشتن صحبت شد، مخصوصا در شورای علما و در جلسه‌ای که در مرکز داشتن، در ادارات مختلف داشتن، که از برادران اهل تشیع هم برای استهلال یعنی دیدن ما همراه برادران امارت اسلامی شرکت کنند. جناب آقای عالمی، سید سجاد عالمی، آقای سید سجاد عالمی امام جمعه مصلای منطقه سجادیه مسجد بلال، مصلای بلال، به عنوان نماینده برادران اهل تشیع همراه 12-13 نفر از همکاران و از علمای اهل سنت با همدیگر رفتن طبق توافق برای استهلال در شهرک خالد در یک نقطه مرتفع. گزارش را که من دارم دوستانمان زحمت کشیدن، اما رؤیت هلال در اون لحظه برای او دوستا ثابت نشد که رئیس حج و اوقاف طبق گزارش جناب آقای عالمی به بدخشان هم تماس گرفت، اونجا هم اون لحظه گزارش نشد. برای ما هم ثابت نشد. عرض کردم این یک مسئله است که وظیفه هر کس با اون اطمینان خودش باید عمل بکنه. لذا خب عده افطار نکردن، اما شنیده شد، نه تنها شنیده شد که ما مستند داریم، بعضی جاها دوستان ما علما را خلاصه وادار کردن به نماز خوندن. عزیزانی که نماز نخوندن اینها را گاهی خلاصه یک در واقع سوالی، یک تحقیقی بیشتر از اینا صورت گرفت. یکی از نمازگزاران علمای ما جناب آقای سید قاسم زاهدی که اینجا تشریف دارن، دیروز نزدیکای غروب برادرای امارت اسلامی ایشان بردن برای که چرا نماز نخوندین. عرض کردیم این مسائل، مسائل اعتقادی ماست، اینا لازم نیست به این وضعیت دنبال بشه، این به صلاح جامعه اسلامی نیست. نعره تکبیر الله. ما به همه خلاصه دستورات دولتمان امارت اسلامی احترام قائلیم. تا هنوزم ثابت کردیم دنبال عزتیم، دنبال وحدتیم، دنبال پیشرفت افغانستانیم. اما ما شیعه ایم، ما پیروان اهل بیت علیهم السلام هستیم. خب طبعا یک اختلافات جزئی هست. من یقین دارم بزرگان امارت اسلامی این برنامه را ندارن. دلیلش هم این است که امروز در کابل همه دوستان ما نماز امروز میخوانند، در هرات و در شهرهای دیگر. اگر در شهری کسی را مجبوری به افطار کردن، این به صلاح نیست، این ضرورت نداره، این حق کسی نیست که کسی را مجبور بکنه آقا تو روزت افطار کردی یا نه. من خواهش میکنم
از بزرگان، از امیر المومنین، از شخصیت ها به این مسائل رسیدگی کنند در هر شهر، در هر نقطه. عوامل نباید این فشار را بر مردم بیارن. ما آماده هر نوع سوال و جواب هستیم، ما آماده هر نوع بحث علمی هستیم. اگر دستور این است که شما مجبورین افطار کنین، بیاین با ما علما در یک فضا صحبت کنین. مردم پی حرف ما هستن. ما همون کسی هستیم که، همون کسانی هستیم که در نزدیکی‌های پیروزی و آمدن امارت اسلامی به مردم گفتیم مردم نجنگین. گفتیم یا نه؟ گفتیم برای چی نجنگین؟ برای باقی ماندن یک عده ظالم؟ ما به این مردم دستور دادیم، گفتیم جنگ، حمایت کردن از این دولت بی برنامه و فاسد حرام است. حتی در گوشی ها، در تماس ها گفتیم نجنگین. مردم آرامش دعوت کردیم به آرامش. امروز هم ما مردم به حمایت از امارت دعوت میکنیم. ما بارها در سخنرانی هامون گفتیم ما دنبال مقاومت نیستیم، مقاومت را به ضرر افغانستان میدانیم. ما این حق داریم و از این حق نمیگذریم. چه حق داره کسی در دایکندی یک روزدار مجبور میکنه به دهنش آب میریزه؟ این در شأن امارت اسلامی نیست. اگر بزرگان این صحنه را نمیبینن، چرا نمیبینن؟ اگر میبینن، چرا جلوش نمیگیرن؟ ما یک مردم منظم با کلتور، با وفا، با صداقتیم. کسی عید کرده چطوری چشمای ما عید کرده؟ تقبل الله اعمالکم. خیلی از شیعیان هم عید کرده. اگر ما به اونها عرضی داشته باشیم بفرمایین، گفتیم آقا مطمئنی عید کن، ممکنه در کشوری عید کرده باشه. شما میدونین کشورهای همسایه عید نکردن، بعضی ها، بعضی ها عید کردن. عرض کردم یک مسئله فقهی است. اینی که کسی را مجبور کنیم این خلاف است. این معنای عید نکردن مخالفت نیست. ما در همه امور موافقیم. دیروز دوستان ما مسئولین امارت گفتن ما در روز شنبه مسئولیت امنیت نمیگیریم. البته الحمدلله والمنه ما همیشه در جهت امنیت یاور امارت اسلامی بودیم و هستیم و خواهیم بود. اما من عرض میکنم اینطوری نباید باشه. ما همه قوانین حکومت را داریم انجام میدیم. مالیات، هزینه های دولت، قوانین دولت را ما با چشم و جان و دل پذیرفتیم. حاکمیت، قدرت و برنامه ها را در فضای آرام قبول کردیم. این وظیفه مسئولین است در هر شرایط امنیت ما را تأمین بکنند. اگرچه امروز به من خبر دادن دوستان ما گفتن ما تأمین امنیت نمی کنیم، ما به برادران و همکاران ستاد عرض کردیم خودتان این کار را به عهده بگیرین و گرفتن. اما عرض میکنم که این قضیه فرق میکنه. این وظیفه است، وظیفه مسئولین امنیتی است در هر شرایط خلاصه امنیت تأمین کنن. کما این که در گذشته های همکاری بوده و ما تشکر کردیم. این مسائل، مسائل است که حکومت را تقویت میکنه، ثبات را بیشتر میکنه، همدلی را بیشتر میکنه، قدرت و حاکمیت را قویتر و نیرومندتر میکنه. ما امیدواریم که این مطالب از طریق شبکه ها و از طریق گزارشات، و خوب بود که بیشتر نشرات حضور میداشتن، به گوش بزرگان برسد و این قضایا را جدی و با تأنی و با حکمت پیگیری کنند. بار دیگر
یک عید با همه خوبی ها، با رفع نگرانی ها، فقر و بیچارگی برای دولت و ملت افغانستان از خداوند آرزو می کنم. خدایا مشکلات همه مسلمین کشور ما را برطرف بگردان. راه های رسیدن به عزت، به اقتدار، به سربلندی را برای دولت و ملت ما بیش از پیش فراهم بگردان. گام های ما را در این مسیر بیش از پیش استوار بگردان. خدایا اعمال ما را مورد قبولی خودت قرار بده. عزیزانی که با حضورشان در همه صحنه ها و در صحنه امروز اسلام و عزت اسلام را یاری کردن، قدم هاشان در هیچ نقطه و در هیچ عرصه ملغزان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای تعجیل فرج آقا و مولا من صاحب الزمان، نزول برکات بر خاتم انبیا محمد صلوات.